درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. هفته نامه اکونومیست در گزارشی می نویسد که هرچند به نظر می رسد حکومت های شیعه که علی خامنه ای داعیه رهبری آنها را دارد در منطقه تسلط نسبی دارند، اما علائمی مانند وضعیت اقتصادی افتضاح، فساد، سوء مدیریت و سقوط ارزش پول ملی و فراتر از اینها نارضایتی شدید مردم از این حکومت ها و ضعیف شدن جایگاه روحانیون و مراجع در جامعه حکمرانی شیعیان این کشورها را با آشفتگی بی سابقه ای روبرو کرده است. شاید این اولین بار باشد که همزمان در ایران، سوریه، عراق، لبنان و یمن درآمدها به شدت کاهش یافته، ارزش پول تمامی این کشورها همزمان سقوط شدید کرده است و مردم در سرتاسر این کشورها علیه آخوندها شعار می دهند. در این میان اما کاهش محبوبیت شیعه در ایران بیشتر به چشم می خورد. اکونومیست می نویسد که با افزایش نارضایتی ها بسیاری از شیعیان دیگر ایمان خود را نه فقط به ایدئولوژی آیت الله ها بلکه به دین هم از دست دادند، چرا که آنها می بینند حکومتی که خود را داعی دار تشیع و اسلام می خواند چه افتضاحاتی به بار آورده است و به همین دلیل به طور کلی از دین زده شدند، به خصوص که این را در نسل های جوانتر می توان دید. اکونومیست در گزارش خود می نویسد که مطابق گزارش هایی که از منابعش به دست آورده است، در این میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حکومت ایدئولوژیک را تقریبا پایان یافته می بیند، برای اینکه بتواند خود را از این مهلک نجات دهد، در حال رایزنی هایی با غرب است تا شاید بتواند از این طریق راه خود را از روحانیون و آخوندها جدا نشان دهد و تمام کاسه کوزه ها را به نوعی بر سر آخوندها بشکند. اکونومیست می نویسد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با منابع مالی سرشاری که در اختیار دارد، که همه از جیب مردم ایران و با منابع ملی ایران به دست آمده اند، می خواهد حالا غرب را بخرد. اکونومیست می نویسد که سپاه پاسداران حتی حمایت جمهوری اسلامی از اقمار خود را در منطقه از جمله سوریه و لبنان شاید کاهش دهد و این اقدام می تواند بر تصمیم اخیر علی خامنه ای برای برقراری مجدد روابط با سرسخت ترین رقیب سنی جمهوری اسلامی یعنی عربستان سعودی بنا شود. رژیم جمهوری اسلامی پس از تحرکات انقلابی اخیر مردم ایران دریافته است که دیگر نمیتواند با ساز و کار موجود حکمرانی کند و حالا به این نتیجه رسیدند که اگر سپاه زمام امور را به دست بگیرد، انزواگرایی روحانیون را کنار میگذارد و میخواهد به غرب نزدیک شود، که به این طریق شاید بتواند طبقه مرفه تجاری ایران و حتی ایرانیان پرسر و صدای خارج از کشور را که آبروی رژیم را بردند و سالها با آیت الله ها مخالف بودند اندکی با خود همراه کند. اکونومیست در این رابطه می نویسد که اطلاعاتی به دست آمده است که برخی از سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جلساتی که بوی توطئه و کودتا برای سران رژیم جمهوری اسلامی را می دهد، به این نتیجه رسیدند که شاید لازم باشد در اقدامی کودتا گونه آخوندها را کنار بزنند. تحلیلگر این نشریه می گوید که برخی دستگاه های امنیتی از روسیه و چین به سپاه پاسداران این گونه القا کردند که این تنها راه نجات و باقی ماندن بر حکومت و سلطه بر منطقه است. اکونومیست می نویسد که در این میان سپاه پاسداران و اتاقهای فکری این دستگاه سعی می کنند که آلترناتیف های انحرافی و فیک را تولید کنند تا به این طریق بتوانند انقلاب مردم ایران را منحرف کنند. از ویژگی های آلترناتیف های قلابی اکونومیست به مواردی که در ادامه اشاره می کنیم تأکید می کند. مورد اول این که به جای تکیه کردن به مردم و پتانسیل انقلابی آنها، سعی می کنند که به مردم امید به تغییر از سوی یک قدرت خارجی را القا کنند. مورد دیگر این که تغییر در وضعیت موجود را نه از طریق کف خیابان و قیام و انقلاب، بلکه با فروپاشی خود به خودی تبلیغ می کنند. همچنین سعی می کنند قیام مردم را از مسئله اقتصاد که مهمترین پایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است منحرف کنند و بیشتر خواسته های مردم را در رابطه با آزادی های ظاهری جستجو کنند.
اکونومیست همچنین می نویسد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اتاقهای فکری این سیستم حکومتی سابقه طولانی و بلند مدتی در ساختن جریانات پرهیاهو برای به انحراف کشیدن انقلاب مردم دارد. شاید یکی از بارزترین مورد آن حملات شیمیایی به مدارس دخترانه بوده است که در سال جدید هم جریان دارد. گفتنیست که گزارش ها از ایران از ادامه حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در سال جدید حکایت دارد. بر اساس گزارش شبکه شرق، مدرسه دخترانه 22 بهمن محمدیار نقده در روز 14 فروردین و در اولین روز بازگشایی مدارس هدف حملات شیمیایی قرار گرفته است و شمار زیادی از دانش آموزان مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند. خبرگزاری های محلی آذربایجان غربی وقوع این حمله شیمیایی را تایید کرده و ویدیوهایی از حضور خودروهای پلیس، آمبولانس‌ها و ضد شورش در اطراف این مدرسه منتشر کردند. گفتنی است که حملات شیمیایی به مدارس ایران از حدود 5 ماه پیش و از شهر قم آغاز شد و در جریان آن بیش از 6000 دانش آموز تاکنون مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین در اولین روز کاری سال جدید به دنبال استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش دولت جمهوری اسلامی، با پذیرش این استعفا برای این وزارتخانه سرپرست انتخاب کرد. گفتنی است که اگرچه که دلیل این استعفا یا به طرز دقیق تر بر کناری مسئله حقوق فرهنگیان و معوقات پرداختی به آنها عنوان شده است، اما بسیاری آن را بیشتر مرتبط با مسئله حملات شیمیایی به مدارس می دانند و دانسته هایی که یوسف نوری قرار بوده است افشا کند. خبرگزاری فرهنگیان ایران گفته است که پس از اینکه یوسف نوری در میابد که چه گروه هایی در پس حملات شیمیایی به مدارس ایران قرار گرفتند، سعی در افشای آن می کند، اما سران جمهوری اسلامی با به موقع پرداخت نکردن بودجه وزارت آموزش و پرورش سعی می کنند که فرهنگیان را علیه او بشورانند تا بگویند که عدم پرداخت حقوق فرهنگیان به دلیل اهمال وزیر آموزش و پرورش بوده است و به این طریق بهانه ای برای برکناری او، مهرموم کردن دهان او جهت افشای پشت پرده ماجرای حملات شیمیایی داشته باشند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.